سلام و درود، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. توی این قسمت قراره توی نرم افزار مهو با همدیگه آتیش درست کنیم، یه آتیشی بپا کنیم که اون برش ناپیدا. خب میریم، اولین کاری که میکنیم اینه ویدیو رو لایک میکنیم، کانال رو سابسکرایب میکنیم. شوخی میکنم، این کاری که حتما باید انجام بدیم. بریم سراغ اینی که سایت فری پیک رو باز کنیم، یا اینی که به طراحمون بگیم این چیزی که ما میخوایم رو برامون پیاده کنه. اون چیه؟ میریم اول توی فری پیک سرچ میکنیم فایر انیمیشن وکتور. خب یک سری وکتور برامون میاره و این انیمیشن نوشتنش خیلی مهمه، چون ما میخوایم به صورت انیمیشن طراحی‌های مختلفی داشته باشیم. میگردیم اون چیزی که مد نظرمون و نیاز داره، حالا از مشعل میخواد باشه، مشعل آبی رنگ باشه، حالا انفجارم باشه که حالا اون سرچش جداست، ولی خب قاطی اینو آورده چون ربط به آتیش داره. یه دونه رو انتخاب میکنیم. من چیزی که مد نظرم اینه، مثلا یه آتیشی که توی طبیعت میام میخوام استفاده کنم ازش، این آتیش رو میام و دانلودش میکنم. اگرم طراح دارید میگید یک همچین چیزی، یعنی هر کدوم از فریم ها رو براتون به صورت جداگانه طراحی کرده باشه، میخواد 8 تا باشه، 10 تا باشه، هر چقدر جزئیات بیشتر باشه بهتره. خب من اینو دانلودش کردم قبلا و میام اینجا فایل وکتوری هست، فایل وکتوری رو باز میکنم. توی نرم‌افزار ایلاستریتور حتما ایلاستریتور رو نصب داشته باشین. دوستان میخواد انیمیشن کار کنید، ایلاستریتور رو باید داشته باشید. خب بعدش میام با یک همچین صحنه مواجه میشم. بعد از اینکه این صحنه رو دیدم، این رو که بزنم لایرز، لایه هاش برای من باز میشه. لایه ها رو بازتر میکنم که جزئیات بیشتری رو ببینم. بک‌گراند مشکی رنگ رو من اصلا نمیخوام، کلیک میکنم و دیلیتش میکنم. یک بک‌گراند مشکی پشت این آتیشه هست. خب اون هالوژن یا هر چیزی که اسمش میخواید بذارید، اون داره نقش اون رو بازی میکنه واقعیتش. و ما الان چون توی ایلاستریتور یه وکتور طراحی شده و یه سری تنظیمات داره که حالا بعداً توی آموزش ایلاستریتور بهش میپردازیم، نمیتونیم اینجوری خروجی بگیریم ببریمش. این مشکی میفته پشتش. به خاطر اینکه این مشکل رو نداشته باشیم، باید یک بک‌گراند تیره داشته باشیم هم رنگ خودش، و من اینو نمیخوام. پس چیکار میکنم؟ میام اینجا دیگه روی سلکشن تول نباشید، بیاید روی دایرکت سلکشن تول. این رو انتخاب میکنید، پاک میکنید، یک بار دیگه کلیک میکنید، پاک میکنید. توی این فایل الکی بعضی موقع لایه اضافه پاک نکنید. اگر میدونید نمیتونید درست انتخاب کنید، این رو انتخاب میکنید به صورت کامل اون لایه رو بازش میکنید. بعد از اینی که بازش کردید، میبینید یک لایه این شکلی داره که پاکش میکنید، یه دونه همین شکلی داره که اینم پاک میکنید. پس موقعی که نمیدونید دقیقاً چطوری باید پاک کنید توی ایلاستریتور، با اون شکل پاک میکنید. ولی من برای اینکه الکی وقت خودمو نگیرم، میام اینا رو اینجوری پاکشون میکنم. به همین سادگی. شما هم کار با ایلاستریتور رو تمرین کنید. جلوتر من آموزش ایلاستریتور هم به صورت 0 تا 100 میذاریم که به ایلاستریتور مسلط بشین، که خودتون هم بتونید طراحی کنید، هم بتونید از ایلاستریتور به بهترین شکل الهام بگیرید، کاری که میخواید رو باش انجام بدید. خب ما یک سری آتیش داریم اینجا و من ترجیحاً این چوبای زیر این آتیش‌ها رو هم خب نمیخوام. چیکار کنم؟ میتونم چوبا رو جدا کنم، میتونم نه، به جای اینکه این همه بشینم دونه دونه چوب جدا کنم، یه کار دیگه ای رو انجام بدم. میام آتیشا رو خب میخوام خروجی بگیرم ازشون. چجوری؟ میام یک بار برای کلی کار انجام بدم، مثلا میام این انتخاب میکنم، اکسپورت سلکشن رو میزنم، به همین سادگی. ولی من نمیخوام این چوبا، چون چوباش مثلا مشخصه، نکن این چوب با این چوب یه مقدار بعضی جاها فرق داره، بالا و پایینن. من نمیخوام اینجور مشکلی رو داشته باشم. خب میام چیکار میکنم؟ میام یکی از این آتیشا رو انتخاب میکنم، خب، و چوبش رو مثلا میخوام آتیشش رو جدا کنم. خب میام این رو برای مثال توی این فایل اولم ببینیم، این فایل اولم اینه مسینگ. خب این چوباش رو، چوبش اینه دقیقا. خب من نمیخوام آقا. خب توی این دومیم، خب ببینید به ترتیب، یکم این فایل اونجوری که باید مرتب طراحی نشده، یعنی به ترتیب نیست، ولی خب درستش میکنیم، هیچ مشکلی نداره، اصلا غم نخورید و نگران این مسئله نباشید. هر چیزی که مربوط به چوبا هست رو من ترجیح میدم که پاک کنم. نکنه اینجا انتخابش میکنم. خب ببینم این چوبای من اینا هستن و من الان نمیخوامشون. میتونید این کار انجام بدید، میتونید یه کار دیگه هم کنید که کارتون خیلی سریع تر پیش بره. خب من اینو الان انتخاب میکنم. خب ببینم کجاست. خب نکنید توی بعضی هاش میشه این کار انجام داد، توی بعضی هم نه، ولی خب
الان من اینجا میام کلن بخوام مطمئن بشم، شیفت رو نگه میدارم، همه اون لایه ها رو انتخاب میکنم، لایه هایی که مربوط به آتیش هم هست، لایه من مربوط به چوب هست، من اینو میگیرم پاک میکنم. به همین سادگی توی همه اینا این کار رو انجام میدم، برای اینی که دیگه وقتمو نگیرم دونه دونه هر بار دیلیت رو بزنم، فقط مطمئن میشم که همه این لایه ها مربوط به چوبم هست. به همین سادگی من میگردم همه رو دونه دونه انتخاب میکنم. خیلی دقت کنید دوستان، من دوست ندارم ویدیو رو رد کنم بزنم جلو. ببین الان این خاموشه، من حتی اگه اینا رو انتخاب نکنم اینا رو جدا انتخاب کنم درست میشه، فقط من میخوام مطمئن بشم چیزایی که سلکت کردم همون چوب منن و نه اضافه. پاک میکنم به همین سادگی. ولی یکی از این چوبا رو باید بذارید، چراشو الان بهتون میگم. میایم اینجا همه رو انتخاب میکنیم، نکنید اینجا دوستان، من میتونم اینجا بدون اینکه از این بغلم سلکت کنم پاک کنم، مون تو من برای اینکه شما بدونید که دارم درست سلکت میکنم این کار رو انجام میدم. من الان دیگه چشمی میدونم که الان چی درسته چی غلطه. نگاه کنید من اینم بزنم و از اینجا تا اینجا و دلیت. خب یکی از این چوبا رو من میخوام، نمیخوام دیگه همش هم پاک شه. خب یکی از این چوبا رو میخوام و میارمش. این چوب کدومه؟ اینجاست. از اینجا شروع میکنم به سلکت کردن، همه رو سلکت میکنم. دیگه زیادی سلکت هستم، حواسم نبود. اینجاست شروع میکنم سلکت کردن، همینجور رفتم برای خودم. اینو سلکت کردم چوبارا، درسته؟ دوستان علاوه بر این یه لایه دیگه هم روش هست که میتونید بیارید میتونید نیارید. حالا من فعلا میخوام الان چوبا رو سلکت کنم، اکسپورت سلکشن رو بزنم. میگه با چپ آد و اندازه‌ای 5 برابر 10 برابر، من میزنم 5 10، واقعیتش نیازم نیست، ولی اگر اینو 5 زدی بقیه هم باید 5 بزنی، همه رو با هم 5 بزنی، 5 برابری. هر چند برابر میتونید بزرگش کنید و خروجی بگیرید. ایلستریتور هم خودش مثل نرم‌افزار موهی نرم‌افزار وکتوری هستش که به راحتی میتونید توی ابعاد و کیفیت‌های بالا خروجی ازش بگیرید. وکتور دیگه، بهترین نوع فایل گرافیکی. خب من اینو که انجام دادم، کافیه که اکسپورت اسست رو بزنم، دقیقاً اون جایی که من نیازش دارم خروجی به من میده. اینو نوشته 5، اینم یه ضرب در زده جلوش و الان اینو میبینید که چوبو من دارم. حالا که من چوبو دارم، اینجا دیگه من به چوب نیازی ندارم. خب میام چوبرم اینجا پاک میکنم. حالا چیکار کنم؟ میام اینجا اکسپورت سلکشن رو میزنم دونه دونه براشون. اسست یکو ما خروجی گرفتیم دیگه، این اسست 2 و 3 به ترتیب میره جلو. نکنید هر بار میاد به شما میگه که آقا خروجی گرفتم، ما باید بیمعلش کنیم، بگیم آقا باشه فهمیدم. من اینو میزنم، این به همین ترتیب میرم جلو. اگر طراحی داشتید که داره برای شما طراحی انجام میده، به همین ترتیب باید برای شما طراحی ها رو تحویل بده و شما برید و ازش استفاده کنید. توی آموزش ایلستریتور که یکم جلوتر این آموزش رو میذارم براتون، آموزش 0 تا 100، یه نکات و تریک های راجع به ایلستریتور بهتون میگم، مثلا توی انیمیشن فوق‌العاده به کارتون بیاد. خب من خروجیامو گرفتم، دیگه نیازی به این ندارم. میام سراغ نرم افزار موهو. ببینید نرم افزار موهو اینجاست. خب ببینید دوستان، توی نرم افزار موهو چیکار کنیم؟ کیفریم مثلا اینجا چیکار میکنه؟ توی قسمت ویندو من طبق عادت همیشم میتونید مینیمایزش کنید، میتونید اصلا من زدرشو میزنم بره استایل، فعلا نیازش ندارم. در آینده نزدیک یا آینده نزدیک همین چند دقیقه جلوتره میارم اینجا. من تمام این فایلایی که دارم انتخاب میکنم با هم دیگه، به همراه این همه رو با هم میگیرم میدازم اینجا. یک ترتیبی اتفاق افتاد، خب که این رو من در همینجا میبینم ترتیب رو. اسست 1 بره پایین از بقیه جدا شه، بقیه اسست ها با هم دیگه همه سلکت بشن، کمی کوچیک‌تر بشن، خب بیان بالاتر، بزرگتر، تنظیمش کنید قشنگ،
و از سطح یک اتفاقا بره بالای اینا هم بهتره. دقیقا اینجا قرار بگیره. خب این از سطح یک ما. حالا ما داخل نرم افزار موهو، داخل نرم افزار الستریتور یه لایه جدا داشتیم، یک لایه جدا که اینو میخوایم بندازیم رو. خب همین یه دونه تک رو من اکسپورت سلکشن میزنم، خب خروجی ازش میگیرم، میتونم من خروجی از همینجا بگیرم، میتونم رو آتیشم بگیرم. اینو میتونید بیارید بندازید لایه روی آتیش، ولی از اونجایی که این نمیخونه با بقیه فایل ما یه مقدار عجیب غریب میشه. پس من چیکار میکنم؟ میام داخل همون نرم افزار موهو یکی از فایل ها رو من دوپلیکیت میگیرم، مثلا فایل شماره 2 که میشه اولین آتیش، دوپلیکیتش میکنم. این دوپلیکیت یه علامتی هم میذارم جلوش، مثلا یه دوتا خط میذارم جلوش، میارمش بالاتر از چوب خودم که یه لایه هم ما روی چوب داشته باشیم. خب برای هم کل ماجرا این لایه رو اپاسیتیش رو من کم میکنم، کاری به انیمیت افکتش نرمی کلن قرار اپاسیتیش کم شه، میذارم روی 50 برای مثال. خب یه مقدار یه لایه کم رنگتر اینجا وجود داره، دیگه کاری باش ندارم، این لایه بمونه سر جاش. بریم سراغ بقیه کارامون. از فایل شماره 2 تا فایل شماره 10 سلکت میکنم و میتونید سلکت هم نکنید البته. اینجا یک سویچ میسازم، توی سویچ هم میزنم فایر. خب اینها رو انتخاب میکنم، میندازم توی سویچ خودم. خب و توی سویچ خودم به ترتیب، بذارید من یک مقدار اصلا اینو بزرگترش هم کنم، همشون رو اینا رو انتخاب کنم، همه رو یه مقدار بزرگترشون هم کنم، بیارمش پایین تر. خب اینجوری خیلی بهتره. خب من میخوام هر دو فریم خب یک بار آتیش من تغییر کنه. اولین چیز روی همین دوه، خب پس میذارم بمونه. میام فریم 2، خب فریم 3 چون فریم 2 که همونه. خب فریم 3 میام، فریم 5 میام. هر بار مثل لیپسینگ یادتون انجام میدادیم، فریم 7 اومدم، فریم 9 میام، فریم 11، فریم 13، به همین ترتیب فریم 15 و فریم 17 که میشه آخرش. یک بار چکش میکنم، میبینید ما یه آتیشی داریم اینجا که حرکت میکنه، یک آتیش پویاییه. حالا این لایه رو من اصلا ترجیحاً اصلا پاکش میکنم، زیاد قشنگ ننشه، از شما میتونید لایه بهتری رو کار کنید. ببینید این تا اینجای کار. خب ما یه آتیش درست کردیم و میایم روی فریم آخری که این سویچ رو انجام دادیم، روش کلیک میکنیم و سایکل رو میزنیم. خب حرکت تکرار شونده است تا آخر، شما این آتیش رو دارید از الان تا الا آخر، تا الا آخر تمام شد. خب حالا بریم سراغ فریم 1 مجددا. توی فریم 1 یه کار باید انجام بدیم، توی فریم 0 ببخشید، یک توی این لایه میایم یه دونه سیرکل میسازیم، اسمش اینجا اولیپ اوال بود، من توی نرم افزارهای مختلف هر اسمی داره، رنگش رو هر رنگی که دلتون میخواد بدین، من این رو قبلا باهاتون کار کردم، نیاز نداره مجددا در مورد رنگا صحبت کنم. قبلش من یک کاری انجام بدم، همه اینا رو با هم دیگه بگیرم توی فریم 0 که هستم، هم کوچیکترشون کنم، یارمشون اینجا، خب که توی صحنه کاملا من بهشون مسلط باشم. خب این رو دبل کلیک میکنم روش، انیمیتد افکت رو روشن میکنم و همزمانی که انیمیتد افکت رو روشن میکنم، به خاطر اینکه میخوام یک هالوژن یا هلیژن باشه پشتش، یک نوری پشت آتیش بتابه، میام چیکار میکنم؟ یه مقداری اپاسیتیش رو کم میکنم، مثلا میذارم روی 25 و بلرش رو میام میذارم روی مثلا 90. خب اینو اوکی میکنم، یه مقدار اپاسیتیش رو بیشتر کنم، مثلا بزنم 35. خب و همین الان من یه لحظه رندر بگیرم ازش، کنترل آر بزنم، یه حس بهتری داره به شما میده. خب فارغ از همه اینها میایم و شروع میکنیم به انیمیت کردن همینم. خب توی فریم 1 که هستیم آقا، همینه
من میذارم اینو یه پیکسل میدم بهش، اوکی. خب میام فریم دو. خب توی فریم دو این بلرش رو یه مقدار کم میکنم، میارم رو 75، اینم یه مقدار میارم رو 45. خب اوکی میکنم. خب بعد همینجوری میرم جلو، بعد این رو میام اینجا، اپاسیتی رو اینجا هم کمی تغییر میدم، خب توی همین فریم، و این رو اینجا کنترل سی و کنترل وی میزنم. خب اینجا میام اینم سایکل میکنم، خب و تمومه. میبینید یک هالوژنی هم داره کم و زیاد میشه. یک خروجی ازش بگیریم ببینیم چجوری شده. اگر یه بکگراند مشکی هم بندازیم زیرش، کار ما فوق تمیز میشه، نه تمیز معمولی هم. من یک وکتوری رو بذار توی فریم صفر بسازم و رنگ این وکتور رو به هر رنگی که دلم بخواد بدم. من میام اینجا استایل رو روشنش میکنم، رنگ و اون چیزی که دلم میخواد میذارم، یه مقدار رنگ شبیه شب بشه. خب و بهش اختصاصش بدم. خب و حالا بیام اینجا و یه خروجی بگیرم، بذارید این وکتور افتاد روی وکتور قبلی من، من استایل خاموش کنم و این باید بره بالاتر که اون نور من باشه. کنترل آر رو بزنم، میبینید که یک همچین آتیشی رو داریم که داره هالوژنش به ما نمایش داده میشه. و خب این یه حس خیلی خوبیه. یک پریویو هم از انیمیشنتون میتونید داشته باشید. بذارید الان یه خروجی به ما بده. میبینید حالا این کیفیتش پایین، چون پریویو سریع از من به من داد. یه آتیش خوشگل شما به همین سادگی ساختید و همین زیبایی. خب اگر بخواید این آتیش خیلی حرفه‌ای‌تر و تمیزتر هم باشه، یه کار دیگه هم میتونید کنید. از این یه دوپلیکیت بگیرید، از این فایر بندازیدش این بالا، علاوه بر اینی که یه دونه لایه زیر چوبه، یه دونه لایه روی چوبه هم هست و خیلی قشنگتر و شیکتر و باحالتر میشه اینجوری. و میتونید اپاسیتیش حتی کمتر کنید کلش رو. اپاسیتی اینو من میتونم بیارم روی 50، ببینیم باحالتر میشه یا نه. بله خیلی قشنگتر شد. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه دوستان. تا درود دیگر، بدرود دوستان جان.